وقتی یه کامپیوتر مک خریداری میکنید به جز یه سری نرم افزارهای پیش‌فرض دیگه هیچ روش نصب نیست و به ویژه اگر از ویندوز کوچ کرده باشید به مک، برای نصب نرم افزار حسابی به چالش کشیده میشید، چون زبان طراحی و رابط کاربری سیستم عامل مک با ویندوز خیلی متفاوته و برعکس چیزی که توی ویندوز تقریبا هر نرم افزاری که شما میخواید نصب کنید یه فایل اجرایی یا اگزه رو باز میکنید، چند تا نکست میزنید و نصب انجام میشه، روی مک اصلا این شکلی نیست. روش های مختلفی برای نصب نرم افزارها وجود داره، فایل های مختلفی دارن که البته تنوعش زیاد نیست، اما توی این ویدیو ما انواع فایل های نصبی رو با هم دیگه میبینیم و میشناسیم و روشش رو یاد میگیریم. یه روش رو هم میخوام بهتون تو این ویدیو آموزش بدم که اصلا بدون هیچ فایلی انجام میشه، فقط با نوشتن یه خط کد میتونید هر نرم افزاری رو نصب کنید. علاوه بر اون، مهمترین تنظیمات امنیتی که در مورد نصب نرم افزار روی سیستم عامل مک باید بدونید رو با هم مرور میکنیم و میبینیم و در پایان این ویدیو میخوام راه حل مربوط به مهمترین خطاهایی که موقع نصب نرم افزار روی سیستم عامل مک ممکنه باشه مواجه بشید رو بهتون آموزش بدم. پس تا انتهای این ویدیو با همراه باشید و قبلش یه لایک زیر ویدیو بزنید و بریم ببینیم که داستان نصب نرم افزار روی سیستم عامل مک از چه قراره. اولین راهی که برای نصب نرم افزار روی سیستم عامل مک وجود داره استفاده از اپستوره. اپستور یه دیتابیس بزرگی از انواع نرم افزار و بازی‌هایی که توسط توسعه دهنده ها با همکاری اپل ساخته شده و منتشر شده. همشون هم وریفای شده هستن، یعنی از نظر بدافزار و اینها میتونید کاملا خیالتون راحت باشه که اتفاقی در مورد مک شما نمیفته. توی اپ استور میتونید سرچ بکنید، این بالا اسم نرم افزار مورد نظرتون رو بنویسید یا توی گروه های موضوعی مختلف بگردید و نرم افزاری که میخواید رو پیدا بکنید و نصب بکنید. برای استفاده از اپ استور باید اپل آیدی داشته باشید حتما، و اگر اپل آیدی رو هنوز تهیه نکردید یه ویدیو قبلا در موردش ساختم و منتشر کردم، لینکش هم این بالاست. میتونید اپل آیدی رو برای خودتون بسازید و لاگین بکنید و از اپ استور استفاده بکنید. به این روش هم میشه نرم افزار رایگان رو دانلود و نصب کرد و هم میشه نرم افزار و بازی‌های پولی رو نصب کرد روی مک. و برای نرم افزار پولی فقط کافیه که اکانت اپل آیدیتون شارژ دلاری داشته باشه که تو ایران هم میتونید به راحتی انجامش بدید و لینک آموزشش هم چون قبلا منتشر کردم این بالا براتون میذارم که میتونید یه نگاهی بهش داشته باشید. نرم افزاری هم که نصب میشن روی مک میان توی لانچ پد در دسترسمون قرار میگیرن. یه آیکون مربع که توش 9 تا مربع رنگیه و اینجا لیست نرم افزارهای نصب شدهمون و در حال نصبمون رو میبینیم. دیگه از کجا میشه نرم افزارها رو دید؟ کافیه روی دسکتاپمون کامند و شیفت و ای رو با هم فشار بدیم، پوشه اپلیکیشنمون باز میشه، از طریق فایندر و همه نرم افزارهایی که روی مکمون نصب هستن رو میبینیم. یه روش دیگه هم برای باز کردن نرم افزار وجود داره که روش آدمای حرفه‌ای تره، کسی که میخوان سریعتر برن سر اصل مطلب، اونم استفاده از اسپاتلایت سرچ. کامند و اسپیس رو میزنید و اسم نرم افزاری که میخواید رو تایپ میکنید یا حرف اولش رو و بعد با یه اینتر بلافاصله نرم افزارتون رو باز میکنید که این سریعترین روش برای رسیدن نرم افزار هاست. اما همه نرم افزارهایی که ما می‌خوایم روی سیستم عامل مک نصب بکنیم توی اپ استور نیستن. اصطلاحاً نرم افزارهای ثرد پارتی هستن که باید اون رو از وبسایت توسعه دهنده هاشون دانلود بکنیم. بعضیشون هم هستن که توی اپ استور هم هستن، ولی بنا به دلایلی ما مجبور میشیم از سورس دیگه اونها رو دانلود بکنیم. به طور کلی نرم افزارهایی که ما دانلود می‌کنیم برای نصب روی مک او اس با دو فرمت وجود دارن. یکی فرمت DMG که یه فایل فشرده است، یه فایل ایمیج، وقتی بازش میکنیم یه درایو مجازی باز میشه با هم میبینیم، و دومی فایل های PKG هستن که نسبتاً شبیه هن به نصب کننده های ویندوزی که مثال دوتاشو حالا با هم دیگه میبینیم. فایل DMG رو ما وقتی که دانلود میکنیم و باز میکنیم توش میتونه به شکل مختلفی فایل قرار گرفته باشه، فایل نصبی. مثلا در مورد نرم افزار هندبریک میبینیم فایل DMG شما وقتی باز میکنم یه پوشهی داخلشه و یه دونه آیکون نرم افزار با پسوند اپ هست. برای اینکه این نرم افزار نصب بشه فقط کافیه که من این رو منتقل بکنم به پوشه اپلیکیشنم. چجوری؟ اینجا من فایندرم رو دارم، پوشه اپلیکیشن رو باز میکنم و این نرم افزار رو میکشم و میندازم توی پوشه اپلیکیشن. چون قبلا اینجا وجود داشته ریپلیس رو میزنم تا جایگزین اون نرم افزار بشه. به همین سادگی این نرم افزار حالا نصب شده، فقط منتقل شده به پوشه اپلیکیشن و نصب انجام شد. در مورد بعضی از
فایل DMG وقتی بازشون میکنیم داخلش یه شکل متفاوتی رو میبینیم. مثلا اینجا من نرم افزار دیزی دیسک رو دارم، وقتی که میزنمش یه صفحه دیگه باز میشه. این نرم افزار از اون نرم افزاریه که باید در واقع خریداری بشه، ولی این نسخه از پیش فعال شده شه. برای اینکه نصبش بکنید روی سیستم عامله نسخه 13 و 14 و بعدش بهتره که سراغ پوشه مانوال اینستال برید و اینجا دوباره یه فایل ایمیج دیگه میبینید که اینو باید باز بکنید و حالا کافیه که آیکون نرم افزار رو بگیرید بکشید و توی این پوشه اپلیکیشن رها بکنید. پس معمولا فایلایی که با DMG هستن کافیه که اون کانتینر .app رو منتقل کنیم به پوشه اپلیکیشنمون و به این ترتیب نصب انجام میشه. در مورد فایلای نصبی که با پسوند PKG هستن، همونطوری گفتم شبیه به ویندوزه تا حدود خیلی زیادی. کافیه که بعد از اینکه بازش کردیم روی کانتینیو بزنیم، اینستال رو بزنیم، از اون پسورد سیستممون رو میخواد و نصب انجام میشه و نرم افزاری که اینجوری نصب میشه میتونه تو پوشه اپلیکیشن بره، میتونه بعضی از نصب به این ترتیب هستش که تو پوشه اپلیکیشن به نمایش در نمیاد ولی به صورت یک امکان به مک او اس ما اضافه میشه. اما دو تا دیوار امنیتی داره مک او اس که جلوی نصب نرم افزاری که از اینترنت دانلود میکنیم و خیلی از اوقات میگیره، مگر اینکه از سورس اصلی دانلود شده باشن و نرم افزارهای اورجینال باشن. اما از اونجا که خیلی از نرم افزارهای اورجینال گرون هستن و ممکنه برای شما خریداری کردنشون مقدور نباشه، اون وقت ممکنه بیایید از کانال تلگرام، مثلا کانال تلگرام خود من، نرم افزار رو دانلود بکنید و بخواید نصبشون بکنید. اولین دیوار امنیتی گیت کیپره که از سیستم سیتینگ یا سیستم پریفرنسز بسته به نسخه سیستم عاملتون در قسمت پرایوسی اند سکیوریتی، توی نسخه قبلی سیستم عامل اسم این سکیوریتی اند پرایوسی، یه خورده پایین‌تر اینجا تو قسمت سکیوریتی می‌بینیمش. گیت کیپر اینجا الان تنظیماتش برای من روی انیور، یعنی از هر جا که من نرم افزار رو دانلود کنم به من اجازه نصب میده، ولی به طور پیش‌فرض این گزینه انیور روی سیستم شما وجود نداره و اینو باید روشنش بکنید. به طور پیش‌فرض این تنظیمات روی اجازه نصب فقط از اپ استور و توسعه دهنده‌های تایید هویت شده توسط خود اپل. چجوری فعالش بکنیم که بشه از همه جا نرم افزار نصب کرد؟ ساده است، کافیه ترمینالمون رو باز بکنیم. کامند اسپیس رو میزنم، مینویسم ترمینال، ترمینال باز میشه. اگه کاربر تازه کار هستید ممکنه با ترمینال خیلی آشنایی نداشته باشید، خیلی کارا میشه باش کرد که یکی از جالب تریناش رو پایان این ویدیو با هم دیگه میبینیم. یه کد دستوری رو باید اینجا بنویسیم تا دسترسی برای نصب از همه جا رو براش باز بکنیم. اون کد اینه. با استفاده از این کد ما گیت کیپر رو خاموش میکنیم. بعد از اینکه اینتر رو میزنم، پسورد رو میخواد، وارد میکنم و یه اینتر. حالا اگر یه بار برم بیرون و برگردم تو این صفحه میبینیم که گزینه انیور اضافه شده. توصیه میشه که بعد از اینکه نصب نرم افزارتون رو انجام دادید با کد بعدی که اونم توی توضیحات زیر ویدیو براتون نوشتم دوباره این دیوار امنیتی رو روشن بکنید تا سیستمتون به بد افزار یه موقع آلوده نشه. با روشن کردن دسترسی برای نصب از همه جا این گزینه انیور براتون میاد، ولی بعضی موقع وقتی میخواید نرم افزار رو نصب بکنید دوباره بهتون یه خطا میده که این نرم افزار سیف نیست و وریفای نشده، آیا میخواید که بازش بکنید و شما اوکی رو میزنید بازم اتفاقی نمیفته. در اون حالت این صفحه باید جلوتون باز باشه، زیر انیور یک گزینه اوپن انیوی باز میشه که روی اوپن انیوی میزنید و نصب نرم افزارتون شروع میشه. اما میرسیم به روش نصب نرم افزار روی مک بدون داشتن فایل نصبی، اونا فقط با نوشتن اسمش. خیلی جالبه. چطور انجام میشه؟ یه پکیج منیجری وجود داره اصطلاحاً برای مک به اسم هوم برو که میتونیم روی ترمینالمون نصبش بکنیم. یه وبسایت داره، آدرسش رو براتون توی توضیحات زیر ویدیو گذاشتم. برای نصبش کافیه که همین کد دستوری که اینجا وجود داره رو روی این آیکون بزنید، کپی بکنید، توی ترمینالتون پیستش بکنید و یه اینتر بزنید و شروع میکنه فرایند نصب رو بعد از اینکه پسوردتون رو وارد میکنید انجام دادن. برای اینکه با استفاده از هوم برو نرم افزار رو نصب بکنیم کافیه که توی ترمینال یه کد دستوری رو بنویسیم که براتون مثالش رو توی توضیحات زیر ویدیو قرار دادم. من الان میخوام یه نرم افزار دانلودر رو روی مکم نصب کنم فقط با نوشتن یه خط کد. چجوری؟
در انتهای این کد اسم نرم افزار رو می نویسم و یه اینتر می زنم. به صورت اتوماتیک نرم افزار رو پیدا میکنه، دانلود میکنه و نصب رو انجام میده. کافیه یه ارتباط با اینترنت داشته باشی، همینو بس. حتی فیلتر شکن روشن هم نمیخواد. همونطور که میبینید دانلود با سرعت زیادی داره انجام میشه و برای نصب ازم پسورد رو میخواد، وارد میکنم و به همین سادگی به لیست نرم افزارهامون اضافه شد و قابل استفاده است. اما میرسیم سراغ خطاهایی که برای نصب نرم افزارها باهاشون ممکنه که مواجه بشیم. یکیش که خیلی هم شایعه، ارور دمیجد فایله، که وقتی یه فایل رو از اینترنت دانلود میکنیم، موقعی که میخوایم نصبش بکنیم خطا میده که این فایل آسیب دیده یا دمیج شده، که یه آموزش در مورد اینکه چطور باید حلش بکنیم رو قبلا براتون تو کانال گذاشتم و لینکش این بالاست، میتونید اون رو مشاهده بکنید. دومین خطا که اینم اتفاقا خیلی شایعه و تقریبا غیر قابل حل به نظر میاد، خطایی که به شما میگه که the application can't be open، نرم افزار نمیتونه باز بشه. حالا این یه فایل نصبیه که دانلودش کردید، مثلا از توی DMG دوبار کلیک کردید که فایل نصب انجام بشه، یا کپیش کردید توی پوشه اپلیکیشنتون و وقتی که میخواین بازش کنین ارور can't be open رو میده، که در هر دو حالت ما باید با یه کد دستوری که توی ترمینال میدیم این رو حلش بکنیم. در واقع ما باید یه دسترسی ایجاد بکنیم برای یه فایل اجرایی داخل پوشه‌های این نرم افزار که با هم دیگه میریم و گام به گام میبینیمش. به عنوان مثال الان این نرم افزاری که من تو پوش اپلیکیشنم دارم خطا میده و میگه the application can't be open. بیاین با هم دیگه بازش بکنیم. کافیه که روی این اپلیکیشن من کلیک راست بکنم، show package content رو بزنم تو پوشه content و توی پوشه macOS. اینجا ممکنه یک یا چند تا فایل وجود داشته باشه در مورد نرم افزارهای مختلف، این با هم دیگه متفاوته. یه فایلی اینجا فایل اجرایی مربوط به نرم افزاره. وقتی نرم افزار رو باز میکنیم در واقع در پشت، در پس زمینه این فایل اجرایی باید باز بشه. وقتی که خطای اپلیکیشن can't be open داده میشه، یعنی فایل اجرایی که اینجاست دسترسی برای باز شدن نداره و این برای نرم افزارهای بیشتر پیش میاد که نسخه اصلیش رو شما خریداری نکردید یا از مسیرهایی غیر از مسیر اصلی دانلودش کردید. خب چجوری باید حلش بکنیم؟ کافیه که ترمینال رو باز بکنیم و یه کدی رو باید توی ترمینال وارد بکنیم که توی توضیحات زیر ویدیو اونم براتون گذاشتم. بعد از اینکه این کد رو وارد کردیم، این فایل اجرایی رو میگیریم، میکشیم، میندازیم توی ادامه اون کد، یه اینتر میزنیم. ممکن ازتون پسوردتون هم بخواد که وارد بکنید و یه اینتر، و ممکن هم هست که نخواد. این بستگی داره به اینکه این فایل رو تو پوشه اپلیکیشنتون براش این اتفاق افتاده باشه یا موقع نصب این اتفاق افتاده باشه. حالا بعد از اینکه من این کد رو اعمال کردم، دوباره کلیک میکنم روی این نرم افزار و میبینیم که باز میشه به همین راحتی. و یه نکته مهم دیگه اینه که اگر خواستید این نرم افزار رو نصب بکنید و توی درایو مجازی که اینجا براتون باز میشه خطای can't be open رو داد، کپیش بکنید روی دسکتاپتون و همین مراحلی که با هم دیدیم رو روی دسکتاپ انجام بدید. یعنی show package content، برید تو پوشه مک او اسش، فایل اجراییش رو پیدا کنید، دستور chmod رو بزنید، فایل رو اضافه کنید، اینتر رو بزنید، دسترسی باز بشه و میتونید نصب رو انجام بدید. این از ویدیو امروزمون. لایک یادتون نره. تا دیداری دیگه، بدرود.